حضرت آیت الله خامنه ای گفتند شتاب این حرکت علمی نباید کاهش یابد، بلکه این شتاب باید برای 20 تا 30 سال آینده حفظ و تقویت شود تا به نقطه اوج برسیم. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه نباید به حد کنونی پیشرفت‌های علمی قانع بود، افزودند اگر اندکی از کاروان حرکت علمی دنیا عقب بمانیم، دیگر به این کاروان و قله‌های علمی نخواهیم رسید. بنابراین هیچ گونه توقفی در زمینه حرکت علمی نباید ایجاد شود. ایشان با اشاره به مسائل مربوط به بودجه مراکز فرهنگی و علمی کشور و اظهارات مسئولان اجرایی مبنی بر مشکلات اقتصادی گفتند من در جریان مشکلات هستم، اما معتقدم کشوری که همت کند حتی می تواند در بحبوحه مشکلات سیاسی و اقتصادی نیز کارهای بزرگی انجام دهد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نمونه های تاریخی در برخی کشورها که در شرایط بسیار سخت سنگ بناهای علمی بزرگی را پایه‌گذاری کردند افزودند شرایط امروز ما به سختی تلاطم های آن کشورها نیست، بنابراین می توانیم پایه‌های مستحکم علمی را بنا بگذاریم. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه دو توصیه هم بیان کردند. توصیه اول این که برای پیشرفت علمی از همه توانایی‌های غربی‌ها استفاده کنید و از شاگردی کردن و یاد گرفتن هرگز پرهیز نکنید، زیرا ما از شاگردی کردن ننگمان نمی‌آید، بلکه از همیشه شاگرد ماندن ننگمان می‌آید. رهبر انقلاب اسلامی در توصیه دوم خود گفتند هیچگاه به برنامه‌ها و توصیه‌های غربی‌ها اعتماد نکنید. ایشان با تأکید بر اینکه همواره باید به توصیه غربی‌ها با سوءظن نگریسته شود افزودند کشورهای غربی که امروز بیشترین پیشرفت‌ها را در زمینه علوم جدید دارند بیشترین جنایات را نیز در طول تاریخ بر ضد ملت‌ها مرتکب شده‌اند. رهبر انقلاب اسلامی مسئولان ستاد توسعه علوم شناختی را به تعیین اولویت‌ها و هدف‌های لازم نیز توصیه کردند و گفتند در همه عرصه‌های علوم شناختی ابتدا باید هدف گذاری‌ها مشخص و سپس طرح و پروژه تعریف شود و در اختیار پژوهشگر و محقق قرار گیرد. حضرت آیت الله خامنه ای لزوم تعریف یک راهبرد بومی برای پیشبرد علوم شناختی را مورد تأکید قرار دادند و در پایان خاطر نشان کردند در مسیر شناخت این علوم که با استدلال و منطق سر و کار دارد به گونه ای حرکت کنید که زمینه معرفت بیشتر خداوند حاصل شود. رسانیوز.ir